کارگاه قرآن، پژوهشی کارشناسانه در بنیانهای کتاب محمد. قرآن در برابر دانش، اندیشه و فلسفه. از قرآن عریان تا قرآن زیر ذره‌بین آدمیان، برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی. بله همیهنان عزیز، درود دارم بر همه بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون مانی. من عزیز دادیار هستم، همچنان در خدمت پروفسور آیلمرو هستیم در برنامه کارگاه قرآن. برنامه دهم هست که به اون توجه می‌فرمایید و برنامه امروز ما گفتگو در پیرامون ادعاهای بهت‌انگیز خلقت در روز سوم، و امیدوارم که با بیانات بسیار شیرین و با زبان ساده پروفسور آیرملو، دوستان عزیز، هممیهنان عزیز آنچه را که میباید از این مسائل بگیرند گرفته باشند. سپاسگزارم. پروفسور، میکروفون در خدمت شماست، بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. متشکرم آقای دادیار عزیز، ممنون آقای مانی گرامی، دوست عزیزی که اون پشت قبل از ما حاضر بوده بعد از ما باقی خواهد موند. درود گرم به همه عزیزانی که باز کردند، نگاه کردند، اندیشه کردند، به دیگران فرستادند، کامنت نوشتند. ممنون تمام اون بزرگواری و لطفتون را که به صورت علائم مختلف مهرآمیز گل و قلب و اینجور چیزا فرستادید، به خدمت خودتان تقدیم میکنم. یقینا این همه نشان میده که ما تنها نیستیم، نشان میده که ما مردم ایران، نسل جدید ایران، یا اندیشگران جدید ایران، یا کسانی که از تاریخ ایران درس گرفتند و مصممن که یک جامعه متفاوتی را برای آزادی، آبادی و پیوستن به کاروان تمدن جهانی پیش میبرند، دست به دست هم هستیم، هرچی بیشتر گسترش پیدا میکنیم. و همینطور که در گفتگوهای هفته های ما بین در مورد نجات ایران بحثش را میکنیم، بالاخره ما راه اون تلسم بزرگ همکاری و رهایی را پیدا خواهیم کرد و دنیای جدید، کشوری جدید، انسانی جدید، مردمی جدید به وجود خواهیم آورد. احترامات من را بپذیرید لطفا. قرار بود که اگر سوالاتی عمده ای باشه ما اینها را بذاریم برای پایان گفتگو، همین کارم میکنیم، ولی دو تا سوال هست که باید دو تا جمله است. یه نفر با بزرگواری یادآوری کردن که آقا شما چرا آیه 7 سوره الزاریات که میگه و سماء ذات الحبک، یعنی این که و سوگند به آسمان مشبک، این رو خود اینها ترجمه کردن تو در تو. ما چون در مورد آسمان به حد کافی صحبت کردیم، فقط خواستم به ایشان بگم ممنون و من صداتون شنیدم. سوال دوم چون عمومیت داره مطرح میکنه. عزیزی گفته که خب اونجایی که آیه میگه که آسمان را وسعت میدهیم که علمی است. عزیز من، ما گفتیم که کائنات در کلیات منبسط میشه، ولی در این حال گفتیم که اصلا چیزی به نام آسمان وجود نداره تا ادعای گسترشون هم درست بشه. اینم یک جمله بود، تمام شد. یک چیزی که جلسه قبل صحبت رو کردیم در مورد علم، یک تیکه کوچک دیگه بر اون چیزهایی که در مورد علم صحبت کردم اضافه بکنم که یک مقدار خودمان را بهتر بفهمیم و یا شاید یک مقدار مبادله اجتماعی من را منطقی تر از اونی که تا
تاکنون بوده باز هم یه قدم بزرگتر بیشتر منطقی تر بکنیم. و اون برمیگرده به مسئله این که علم، میگن علم دارای اتیکه، مورال به اتیکس به انگلیسی، اتیکس در واقع ما همه اینها را در فارسی میگیم اخلاق، ما کلمه شو نداریم، ما چون اخلاق میگیم و اخلاق هم صد تا معنی داره، ولی واقع عبارت از اتیکس، عبارت از اون قانونمندی ها، اون سنت ها، اون اخلاقیاتی که باید رعایت کرد. و یکی از اینها از نظر تعهدات اخلاقی و ارزشی سه تا مطلب معین وجود داره در علم: یکی عدم دخالت، دومی صداقت، سومی صراحت. یعنی شما از اینا نمیتونی بگذری، اگر بگذری عالم نیستی، اگر بگذری نمیتونی علم را رو نمایندگی کنی. عالم میگم یه خورده نکنه خودم رو گنده بکنم یا کسی دیگه، نمیتونی از علم صحبت کنی. دخالت در ماده اصلی نباید دخالت کنی، باید اون کارها را با صداقت تمام انجام بدی و برای بیان نتیجهش باید صریح باشی. حالا نمیخوای صریح باشی، بس لطف کن دخالت نکن، اصلا از علم صحبت نکن. این اینطوریه. نمونه خیلی کوچیک و همیشگیش اینه که میگن آب در 100 درجه میجوشه. بیاد ساده تر دستاورد یا قانونمندی علمی وجود نداره. ولی ما اگر این ماده اولیه آب را بیایم با یه چیز مخلوط بکنیم، یعنی در این دخالت بکنیم، در 100 درجه نمیجوشه. ما اگر صداقتمون رو به اون تجربه از دست بدیم، میگه آب در کنار دریا تحت اون فشاری که در کنار دریاست در 100 درجه میجوشه، این رو ببرین یه جایی که 1000 متر از جو بالاتر، خب آب نمیجوشه در 100 درجه. یعنی ما صداقتمون از دست دادیم. و ما وقتی که آب در 100 درجه جوشید، یه نفر بیاد عصبانی بشه که آقا این حرفا چیه، این کارا چیه، چطوری 100 درجه میشه، فلان های هوی، به ما به خاطر این های هوی رو بخوابونیم، این آقا نمیجوشه. ببخشید، هیچ کدوم از اونا علم نیست. و به خاطر همینی که ما این را اگر برگردونیم به اون کاری که داریم میکنیم، ما گفتیم چی؟ ما گفتیم یک کتابی وجود داره به نام قرآن، یک کتاب حاضری وجود داره به نام قرآن عثمان، و یک سری ادعاهای اثبات نشده ای که ما کاری به اثبات غیر اثباتش نداریم وجود داره. این که کتاب قرآن عثمان، کتاب موجود در دنیا، همان کتاب بازمانده از محمده. حالا ممکنه یک ده هزار تا دلیل منطقی و تاریخی بیارم، ما واردش نمیشیم. و اون کتابی هم که بعد از محمد جا مونده همان کتاب محمدیه، یعنی وسط را یه قسمتش خورده شده، یه قسمتش پرده شده، یه قسمتش بلان شده، وجود نداره. برای اینکه 1500 سال قبل از اون در تمدن‌های گذشته آیات دینیشان را روی سنگ می نوشتن، 2500 سال قبل از اون روی پوست حیوانات می نوشتن، ولی این رو روی چوب نوشتن، روی برگ درختان نوشتن. ما از اینم میگذاریم. نتیجه قرآن موجود قرآن بازمانده از محمده، قرآن بازمانده از محمد قرآن محمده، محمدیه، و قرآن محمدی هم از طرف خدا نازل شد. یعنی این چهارتاش اصل رو، 1، 2، 3، 4 ما پذیرفتیم و آمدیم این را با داده های علمی ارزیابی بکنیم. وقتی این را با داده های علمی ارزیابی بکنیم، ما نمیتوانیم بیاییم قرآنی را که مورد تفسیر قرار میگیره، عوض میشه، تغییر پیدا کرده، این را بررسی بکنیم بعد بذاریم به حساب خدا، محمد و قرآن بازمانده از محمد. طبیعیه نمیتونیم. از اینجا بود که ما گفتیم آقا ما نه تفسیر را میپذیریم از سوی کسی دیگه، نه خودمون تفسیر میکنیم. ما آیه مستقیم همین کتاب رو، معنی مستقیم همین کتاب رو، من وقتی در بعض موقع جمله ها رو میخوانم به عربی، من میدانم که عربی من به خصوص تلفظش زیاد خوب نیست، ولی این رو برای اینکه تلفظ عربی نشان بدم نیست،
برای اینکه برای شنونده فارسی بدانه ببینید سه تا کلمه ای که در اینجا نوشته شده به فارسی هم دارای همین معنیه، به ما همین معنی ها رو مورد بحث قرار میده. به خاطر این است که ما در این کار، یعنی در ماده اولیه، هیچ دخالتی را نه دیگران کردن قبول میکنیم نه خودمون دخالت میکنیم. دومش اینه که ما برای اون تجزیه تحلیلی که انجام میدیم صادقیم، در واقع دوم اتیکس دوم یا قانونمندی دوم علم. صادق یعنی چی؟ یعنی نه اون را مخلوط میکنیم نه این برآورد را به خاطر نیت معین درش دخالت داریم. قبلا هم صحبتش کردیم، ما نه مبلغ دینی هستیم نه مبلغ ضد دینی هستیم. ما اینجا ننشستم بگم که آقا این اینجوریه پس به این ترتیب قرآن از توی خدا نیومده یا خدا وجود نداره. اون مسئله دیگه، مسئله توی مسئله من نیست. مسئله من تعدادی ماده است، اوبیکت جنس به نام آیه که این را من در مقابل علم قرار میدم و نتیجه میگم. و سومش چیه؟ سومش اینه که من با صداقت تمام، بی توجه به اینکه کسی خوشش بیاد کسی بدش بیاد، این را بیان میکنم. وظیفه علمی این را بیان میکنه، ایجاب میکنه، بیان کنم. نتیجتاً و به خاطر همینی که همین اتیک هاست، همین قانونمندی هاست که ما را از مبلغ جدا میکنه، همون قانونمندی هاست که ما را از مفسر جدا میکنه، همون قانونمندی هاست که ما را از اونهایی که کتاب به هر سببی آسمانیشان را به 10 نوع مختلف در میارند جدا میکنه. و به خاطر همینه که ما ادعا میکنم ما کار علمی میکنیم. یکی از عزیزان در کامنتش نوشته که خب پس اینا چجوری به خدا اعتقاد دارن در حالی که کلمات و حرف خداشون عوض میکنن؟ من از خودشون بپرس، من نمیدونم. من فکر نمیکنم آدم اگر اعتقاد داشته باشه همچه کارهایی میکنه. من فکر نمیکنم آدم اگر اعتقاد داشته باشه که جهنمی هست، بهشتی هست، حوری هست، آسمانی هست، فلان فلان فلان، بچه های مردم رو میفرسته به اونجا، کلیدم دستشان میده آقا رفتی در هتل خودت باز کن. ولی خودش وقتی مریض میشه میره از کشورهای اروپایی دکتر میاره. خب اگر اعتقاد داشت طبیعتا اینم همین موقع آقا یه تیر به من بزن منم میخوام برم اونجا دی. اگه داشت، من در این دخالت نمی کنم. اون سوال شماست، این سوال باید از اونا بکنید. من حرفم این است که ما این سه تا جمله معین، یعنی عدم دخالت، یعنی صداقت، یعنی صراحت را به کار میبریم و به خاطر همینی که ادعا میکنیم که ما کار علمی انجام میدیم، ادعا میکنیم ما مبلغ دینی نیستیم و این را ما را از بقیه یکسانه که چه مبلغ دینی هست یا مبلغ ضد دینی هم جدا میکنه. اینه که از اینجا که بگذاریم، در روزهای گذشته یا جلسات گذشته ما در روز دوم خلقت که بیشترینش در مورد آسمان بود، به خصوص 4 تا جمله در تورات وجود داشت ولی حرفهای زیادی در قرآن بیان شده بود، ما اینا را بیان کردیم، صحبتش کردیم، نتیجه‌گیری را کردیم، مقایسه کردیم، با صراحت تماما به اینجا رسیدیم که نه همچین آسمانی وجود داره، نه همچین سقفی وجود داره، نه همچین ادعاهایی وجود داره، نه این سقفی که وجود نداره پایه داره، نه این سقفی که وجود نداره ستاره داره، چراغ داره، نه ممکنه سر دنیا بیفته. اینا رو رد کردیم، تمام کردیم، میرسیم به روز سوم و من برمیگردم به آقای دادیار عزیز که آغاز روز سوم رو مطرح بکنن. من در خدمتشون هم. بفرمایید. بله، سپاسگزارم استاد. بسیار بسیار زیبا، مسائل بسیار بسیار درخور واقعی و رئالیستی رو فرمودید. پرسش من این است که ادعاهای تورات و قرآن در مورد خلقت در روز سوم در چه مواردی است؟ از چه مواردی سخن میگن؟ بله. از کنم خدمتون که در روز سوم 2 تا اتفاق افتاده. یه اتفاقاتش رو برای اینکه همه را مخلوط نکنیم، یه اتفاقاتش برمیگرده در مورد مجدد مسئله زمین، یه اتفاقاتش برمیگرده در مورد مسئله گیاهان
رستنی ها، سبزیجات. ما این دوتا موضوع رو من جدا کردم، یعنی اون چیزی که در مورد گیاهانه به خاطر اینی که وارد یک مرحله جدید از بحث می شویم در مورد حیات و علم و دانش هم در این مورد حرفهای زیادی برای بیان داره، اون رو جدا کردیم. اول قسمت اولش رو بررسی کنیم بریم قسمت دوم. در این قسمت اولی که بیان می کنیم یک مسئله خود تورات داره، یه مسئله مترجم تورات داره، یعنی مترجم اون جلدی که من دارم، حالا نمیدونم برای دیگران است. ما تا کنون از روی اون مطلبی که روی این کتاب نوشته بود من اینجوری میخوندم که آیات کتاب مقدس سفر آفرینش، و این را سفر میخوندم برای اینکه اگر این یک کلمه دیگر بود، یعنی مثلا اگر این صفر بود که در زبان عبرانی از اسفار میاد به عنوان کتاب ها و صفر به عنوان کتاب، اگر اون بود در دنیای آکادمیک من و در دنیای علمی و حتی در دنیای ترجمه، وقتی که یک مطلبی را به زبان فارسی یا هر زبان دیگه ترجمه میکنن، اگر یک کلمه خارجی به کار بردن همین را متفاوت مینویسند، خابیده مینویسند یا یه شکل دیگه، هم که بهش علامت حرکه میدن، یعنی ا ا او که طرف بفهمه ببین اینی که من نوشتم یک کلمه غیر فارسیه. در نتیجه ما اینو درست خوندیم، ولی وقتی که به این تردید افتادیم به سفارش یک دوستی که آقا این اینه یا اونه، ما به اینجا رسیدیم برای اینکه از این بگذریم این کتاب مقدس رو به صورت اون چیزی که در انگلیسی که نمونه انگلیسی و سوئدیش رو من دارم، در اونجاها به عنوان کتاب عهد عتیق به کار برده شده، منم عهد عتیق به کار میبرم یا تورات، و به جای سفر آفرینش هم کمون اونا کلمه آفرینش رو به کار بردن، خلقت رو به کار بردن، من خلقت رو به کار میبرم. ولی گفتم خود تورات هم مسئله داشت، برای اینکه تورات در روز اول اگه یادتون باشه نوشته بود که خدای تورات یعنی یهوه نوشته بود ما زمین را خلق کردیم، ولی اینجا مجدد برمیگرده و در مورد زمین صحبت می‌کنه. انگار اونایی که نشستن، چون گویا 1500 سال بعد از حتی اون اتفاقات دینی که مطرح میشه نوشته شده، اونایی که نوشتن فراموش کردن که ما در برای روز اول نوشتیم دیگه، برای روز سوم ننویسیم. در هر صورت همه اینا را که گفتم نتیجه اینه که در آیات 10 تا 13 عهد عتیق در بخش آفرینش نوشته که و خدا گفت آبهای زیر آسمان در یک جا جمع شوند، اینو در روز دوم هم خوندیم، و خشکی ظاهر گردد و چون این شد و خدا خشکی را زمین نامید. اونجا گفته زمین خلقه، ولی اینجا تازه میگه خدا خشکی را زمین نامید. خیلی خوب، اجتماع آبها را دریا نامید. بابا چقدر آب جمع شده، این یه اسمی بذاریم، اسمشو بذاریم دریا. و خدا دید که نیکوست. این در تمام جملات بحث‌های آیات عهد عتیق وجود داره که خدا دید نیکوست. یعنی این من جایی نبودم نمی نویشم، برای اینکه معنی این است که انگار که خدا نمی دانسته خلق کرده بعد دیده که این اینجوریه، در حالی که کسی که می تونه خلق کنه حتما، حتی اون کسی هم که یه نقشه یه خونه را میکشه، اون وقتی به وجود میاد میبینه که آقا این نقشه را من خودم کشیدم، باید این در بیاد. در هر صورت کاری به اون ندارم، دخالت نمی کنم. به اینجا میرسم که تا اینجا و بعد دور دوم برمیگرده به موضوعات دیگر. فعلا نصف داده های تورات رو، آیات و تورات رو در روز سوم نگه میدارم، میام به بخش دیگه، یعنی اینکه به قرآن چی میگه. اون چیزی که توجه داریم در اینجا دو تا موضوع مهمه، یکی این که هستی هایی که در روز سوم خلق شده، یکی خشکی زمینه و یکی دریاست. خشکی زمین را هم در قرآن به اشکال مختلف آیه اومده و اینا خوندیم. فقط یک چیز کوچکی در اینجا وجود داره و اون کلمات متفاوتی است که در قرآن به کار رفته. در آیه 19 سوره ابراهیم
میگه آسمان ها و زمین را خلق کرد، خلق از سماوات بلرز خلق کرد. در آیه 117 سوره البقره میگه آسمان ها و زمین را بدعت گذاشت، بدیع سماوات بلرز. حالا این یه خورده به خلقت نزدیک، بدعت گذاشت یا خلق کرد، چون بدعت گذاشتن به معنی این نیست که حتما خلق شده. ولی در آیه 11 سوره الفصلت میگه که آنگاه به آسمان پرداخت در حالی که به صورت دود بود، پس به آن و به زمین فرمان داد بیایید، آن دو خواه یا ناخواه گفتن متیانه آمد. یعنی اینا وجود داشتن، خدا برگشته به سمت اونا، آسمان دیده یعنی همون کاسه ای که ما صحبت کردیم، و زمین را هم دیده که خواهیم دید همون بشقابی که زیرش قرار داره، به اینا گفته بیایید، اینا خوششان بیاد خوششان نیاد قبول کردن و خدا را تسخیر کرد. یعنی انگار که اینا قبلا بودند، زمین آسمان را به اطاعت وارداشت. ما چون تفسیر نمی کنیم بحثی برای این نمی کنیم، من فقط گفتم. حالا اگه مفصل بود میگفت که چرا شد، چجوری شد، این اینطوری، اونا رو وارد نمیشه. استاد ببخشید، اینکه برای من این پرسش پیش میاد که در نخست در تسخیرش هم نبودن دیگه، رها بودن، از عهده او خارج بودن که بعدن تسخیر کرده. ممکنه اینجوری معنی بده، یعنی در واقع اینطوریه که انگار، آره دقیقاً، انگار از اون زمان خلقت به قبل درکه ها تفصیلیست، انگار قبل از اونها همه دور که شما میگید اینها بودند و تحت کنترل هم نبودند، تسخیر هم نشده بودند و بعد خدا اینا رو در زمان اون شش روزه تسخیر کرده. این باز درست در آینده خواهیم رسید، برای حالا در مورد این مسئله نیست. در قرآن بحث های زیادی وجود داره که همه چیز در شش روز به وجود آمده، خلق شده، ولی خیلی چیزها هست که در خارج از شش روز وجود داشته. عجب. مثلا فرض کنید خدا یه کتاب داره به نام ام الکتاب، این از قبل از اون داشته و خودش هم میگه من هرچی میفرستم از خودم نمیفرستم، من میرم از این دایره المعارفی که در اختیارمه، یعنی یک کتابی قبل از اون بوده و خیلی چیزهای دیگه. اینو در اون زمان بحث فلسفی داده های قرآن اون موقع واردش میشه. در مورد دریا در قرآن، در آیه 59 سوره فرقان، الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما، دیگه تقریبا همش فارسیه یعنی منم میفهمم، که او سماوات آسمان ها والارض و زمین و بین اونها را خلق کرد. دیگه مسئله است. ولی با وجود این در مورد چیزهای خیلی فراوانی که بین اینها بوده آیه آمده، ما خواهیم دید. اما در مورد این که من دریا را خلق کردم آیه نیومده. تنها چیزی که وجود داره در اینجا این است که خدا میگه من بین دو تا دریا شیرین، حالا کجاست، و دریای شور حایل گذاشتم. ببینید میگه به آیه 19 تا 20 سوره الرحمن، آیه 61 سوره النمل، آیه 53 سوره فرقان. من اینا رو میگم که اگر دوستانی خواستند دنبالشو بگیرن نگاه کنن، برن آیه ها رو باز کنن، و اگر معانی دیگری که اکثرا هم اینطوریه مترجمان و مفسران بر اون اضافه کردن، سوالشون نه از من، از اونا بکنن که آقا این معنی رو میده، چجوری شما این رو اضافه کردی کم کردی. در هر صورت در این آیه ها روی هم رفته، اینطوری گفته که در آیه 53 سوره فرقان میگه که اوست که دو دریا را، این یکی خوشتم و قوارا و آن یکی شور و تلخ را به هم پیوست و بین آنها حائل نفوذ ناپذیری قرار داد. عجب. نتیجتا در یک جای دریا وجود داره و این دریا تمامش آب شور، خوشتمه یعنی شیرینه، گوارام هست و خدا هم اومده این وسط اینا رو ساخته. من نه در این مورد، در خیلی موارد وقتی تفسیر مفسران را میخوانم که خیلی تفسیر خوندم در واقع، یعنی
این حرفی که من خدمتتون میگم فقط برای این است که یه کلمه را برم نگاه کنم بیام خدمتتون. در اون کتاب سه جلدی هم در دوره اون هم به عنوان تعهد خودم تا چیزی رو نفهمیدم و اشکال مختلفش رو نفهمیدم به خاطر همون اتیکس علمی که صحبتش کردم بیان نکردم. در اونجا هم وقتی هی میبینم که مفسران مختلف میگن در این مورد معلوم نیست، فلانی اینطوری می نویسه، فلانی اونطوری می نویسه، فلانی میگه این به این معنیه، اون میگه به این. استنباط به دست میاد که قبلا خدمتتون کردم قرآن نه تنها شفاهیه، یعنی یک نفر این را در طول زندگی 21 سال به زبان بیان کرده، یک روز این موضوع، یک روز اون موضوع، نسبت به موضوع مربوطه یا شرایط معین، این یکی. و دومش اینه که این وقتی خونده میشد شاید هم به خاطر اینکه همه مردمی که اونجا جمع شده بودن در یک موقعی در هوای دیگری بودن، ما میریم جمع میکنیم، ما میریم اموال و زن و بچه و هستی و همه اینا رو میاریم و ما از اینجا سهم میگیریم، یعنی تمام دنیا به این چیزا ختم شده بود شاید. در هر صورت نشان میده که در اونجا کسی نبود که سوال کنه آقا این کلمه ای که شما گفتی این در عربی معنی نداره، معنیش چیه؟ حتی در آیه وجود داره که خود قرآن میگه و این کلمه را شما نمیفهمید، یعنی اون از طرف اونا میگه شما نمیفهمید. نتیجتا در این مورد هم اینطوره، یعنی کسی انگار نپرسیده که آقا این دریا کجاست که شیرینه، اینو بعدا بحث میکنیم در ارزیابی. غیر از اینها در چندین آیات مختلف مثل آیه 12 سوره الزخرف، 32 سوره شورا، 32 سوره ابراهیم، 53 سوره طه، 66 سوره اسراء، 70 سوره شورا، همه اینها در مورد اینکه خدا در همون 6 روز کشتی را خلق کرده، حمل نقل دریایی را انداخته، برای حمل نقل مردم را سوار کرده، باد ایجاد کرده تا این کشتی ها بره، اینا در مورد دریا گفتگو شده، ولی در مورد اینکه من دریا را خلق کردم آیه نیست. این مجموعه این دوتا موضوع اصلی است که ما گفتیم در اونجا صحبتش کرد، یکی در مورد خلقت زمین بود و دومی در مورد خلقت دریا. حالا برگردیم از آقای دادیار خواهش کنیم که سوالی در مورد در سوال دومشون در این مورد که به طور طبیعی ارزیابی این چیزاست، حدس میزنم که امیدوارم سوال دیگری نباشه که اونم حتما با کمال بجام پاسخ میدم، مطرح بفرمایم ما در خدمتتون. بله خواهش میکنم. ببینید علم و دانش چنین ادعاهایی رو که هم اکنون شما از تورات و قرآن خوندید، آیا در مورد خلقت خشکی ها و دریا ها اینها رو علم چگونه بررسی میکنه؟ آفریدن اینها، به وجود اومدن اینها به لحاظ علمی چگونه است که در تضاد با قرآن و تورات قرار میگیره؟ سپاسگزارم. من سپاسگزارم به خاطر اینکه این سوال منطقی ترین سوال است که وقتی آدم میداره میشنوه و کار من و شما هم نشستن در اینجا و ارزیابی این مسائله، این سوال مطرح میشه خب اونا اینا رو چطور گفتن و بعد علم چی میگه؟ اولا ببینید یک چیز میکنم، بازم تکرار خواهم کرد و در آینده هم باید تکرار بکنیم و یادمون باشه، آیات فراوانی در این دوتا کتاب، در تورات اگر چند تا آیه باشه، در قرآن آیات فراوانی اومده که ما در 6 روز زمین، آسمان و بین اینا را که الان خوندم خلق کردیم. این به معنی چیه؟ به معنی اینه که هر چیزی که ما خواستیم خلق بکنیم خلق کردیم. در همون آیه 59 سوره فرقان میگه که الله خالق آسمان ها و زمین و آنچه را که بین آنهاست در 6 روز خلق کرد و بعد میگه ثم استوى على العرش، یعنی تمام کرد خلقت 6 روزه را تمام کرد و آنگاه بر تخت فرمان را روایش چیره شد یا نشست. در اون یکی هم میگه خدا به تماشای اون که خلق کرده اون نشست لذت برد، کاری نداره. یعنی نتیجه اینه که هر چیزی که خلق شده
از سوی خدا خلق شده و ادعای خلقت داره، در اون 6 روز اول خلقت خلق شده. پس هر چیزی را که اینها مطرح میکنند باید در اون روز باشه. یعنی به این معنی زمین به عنوان یک خشکی در همون 6 روز خلق شده، دریا هم در همون زمان در همون 6 روز خلق شده. یعنی این خدایان بنا به ادعای خودشون یا بیان خودشون بعد از 6 روز هیچ را خلق نکردن، خلق کردن و نشستن به تماشا. خیلی خوب، نتیجتا یکی از چیزهای علمی که در اینجا داده میشه اینه که آیا کره زمین در اون موقع، یعنی در اول خلقت، اصلا اینا تمام دنیا را خلق کردن، خلق هم شده، همه اینا هم قبول، کره زمین داده های علمی چیشو میگه؟ ما قبلا گفتیم که کره زمین 13.8 میلیارد سال قبل از این خلق شده، ولی در این حال کره زمین حدود 9.2 میلیارد سال بعد از آغاز پیدایش جهان، یعنی خیلی نزدیکتر، نه 13 میلیارد، 4.6 میلیارد سال قبل شکل گرفته. خب ولی اونا که در 6 روز اینو خلق کرده بودن، پس نمیتونن این خلق کنن. یعنی این ادعا خود به خود با یک تضاد منطقی روبرو میشه. میگم حتی اگر همه حرفا قبول بشه، خلقت قبول بشه، اونا داستان خودش رو چون گفتیم دیگه اضافه نمیریم توش. و بعد به دومش اینه که این کره زمین سیاره از یک منظومه است، منظومه شمسیه، منظومه خورشیدیه، و این منظومه خورشید چطوری به وجود آمده؟ این منظومه خورشید علت این که دیر به وجود آمده به خاطر این که محصول یه سوپرنوواست. سوپرنووا در فارسی ترجمه کرده ابرنو اختر، یعنی این که یک اختر بزرگ، یه ستاره بزرگ، یه ستاره عظیم منفجر شده، از بین رفته، منفجر شده، داغون شده، و از خورده های اون یه دونه ستاره به عنوان خورشید و یه تعداد هم سیار در دورنا به وجود آمد. یعنی به طور کلی اگر همه اینا را نگاه بکنید، این دیگر خیلی دیر بوده. و خود این سیاره زمین، ما قبلا گفتیم سیاره وقتی انفجار شده، سیاره به وجود آمده، این سیاره و این تیکه های مختلف همه شعله ورند، همه به صورت مذابن، صدها میلیون سال طول میکشه که رفته رفته به خاطر اینکه حرکت میکرده، چون پرت شده بود، در نتیجه بر اساس قانون جاذبه، خدمتتون توضیح دادم اون قانون رو، که دو تا نیرو عمل میکنه، یکی قانون جاذبه است، هر دو تا جن به هم میرسه اینا رو میگیره. یعنی اگر ماه و زمین همینطور ایستاده بودند، بعد از مدتی ترق میومدن میچسبن به هم، مثل یه سیبی که بیفته رو زمین، و اینجا هم میرفت میافتاد توی خورشید، ولی چون پرت شده بود و اینها میچرخیدند، خدمتتون یادتون باشه گفتم همونطوری که شما سوار ماشین میشید یه پیچ تند را میچرخید، ماشین به اون طرف، بدنتون هم به اون طرف فشار داده میشه، این نیروی متقابلشه. یعنی از یک طرف زمین و ما همدیگر جذب میکنن، از یک طرف دیگه به خاطر سرعت این ماه میخواد بره، اگر جذب نمیکردن ماه پرتاب میشد میرفت، ماه پرتاب میشد میرفت. اون آتشی که در قدیم تو آتشدانی درست میکردن برای کرسی ها درست میکردن، در یک چیز اینجوری میچرخیدن، اون اگه ول میکرد از دست ول میشد میافتاد خونه همسایه، ولی میگرفتن اینو میچرخوندن برای یک نیروی باعث میشد این پرت بشه. نتیجتا به خاطر اون یه حالت دورانی به وجود آمد بین اینا. بدین ترتیب این حالت دورانی، این حرکت رفته رفته لایه های بیرونی این را شروع کرد به خشک شدن. شما اگر یک کاغذ معمولی رو که بچه های راهنمایی هم این را آزمایش میکنن روش آب بزنید خشک بشه، اون آب به صورت پستی بلندی به وجود میاد. خیلی طبیعیه،
یه قسمت از مواد پست میشه به سبب چه یه میده بالا میاد. در نتیجه اینا به صورت چروک در آمده، پستی بلندی شده، به صورت دره و کوه شده. بعدم که قبلا هم صحبت کردیم که وقتی که زمین شروع کرد به سرد شدن، گاز هیدروژن و گاز هلیوم تونستن الکترون بگیرند، اکسیژن موجود با گاز هیدروژن در این و کرات دیگر شروع کردن با همدیگه بچسبند، بخار آب به وجود بیاورند، H2O. وقتی این به وجود آمد، بخار آب به وجود آمد، این بخار آب رفته رفته آمد در فضای اطراف روی زمین جذب شد. و بعد همونطوری که گفتم بچه ها آزمایش کردند که گذاشتند یک ظرفیلا گذاشتند که ببینن چجوری میباره، بخار میومد از اونجا میریخت، رفته رفته به خاطر ایجاد فشاری که در اینجا وجود داشت بارندگی شد. این بارندگی شد آب، این آب جاری شد در زمین، این آب به خاطر همین کشش نیروی زمین از پستی به عمق هر جایی که بود شروع کرد به حرکت کردن، و در نتیجه در یک جایی که عمیق بود اونجا جمع شدن و در نتیجه دریاها به وجود آمد. حسابشو بکنید چقدر اتفاقات افتاده از نظر علمی که دریا شکل گرفته. یعنی اگر اینها میخواستن در اون 6 روز یا در آغاز خلقت دریا را خلق بکنن، دریای نه آبی بود، نه گودی بود، نه زمین سفتی بود، نه دریا به وجود می اومد. پس علم تمام اینا رو رد میکنه. یعنی با صداقت تمام گفتم، صداقت و صراحت، با صداقت تمام باید گفت که رد میکنه. بعدش در مورد اینکه انگار، چون اون با قبلا گفته بودن در موردی که زمین خلق کردیم، ولی تورات صحبت میکنه به عنوان تنها خشکی جهان. قرآن هم این رو تایید میکنه به خاطر این تنها خشکی جهان بوده. خب اگر اینه، بر اساس داده های علمی، نه کره زمین تنها خشکی جهانی است که از میلیاردها ستاره، سیاره و اجرام عظیمتر تشکیل شده، نه کره زمین تنها خشکی کهکشان راه شیریه که اونم از میلیاردها اجرام و سیاره تشکیل شده، نه حتی کره زمین تنها خشکی منظومه شمسیه. منظومه شمسی دارای سیاره است، دارای 8 تا سیاره بزرگه. از این 8 تا سیاره بزرگ 4 تا از اینها را میگن سیاره سنگی و خاکی یا سیاره زمینوار. یعنی اینکه املاحی که تشکیل شده در اینها، اینا از سنگ تشکیل شده و خرده‌های سنگ هم خاکه. به خاطر همینه که 8 تا سیاره عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون و 5 تا هم سیاره کوتولو وجود دارن، در زمین وجود دارن. یه چیزی یادم بیفته، یادم نرفته، یادم افتاد مطرح بکنم. من وقتی که مقایسه بیان اسلامی ها را میگفتم، اینها آسمان را به ستاره ترجمه کردند و گفتند 8 تا، یه نفر یادآوری کرده آقا این ستاره نبوده، سیاره بوده. ممنون هستم، منظور من بیان اونها بود. کره منظومه شمسی یه ستاره داره و 8 تا سیاره، سیاره بزرگ و تعدادی هم کوچک. در نتیجه از اینها سیاره عطارد که در فارسی قدیم بهش تیر میگفتن، زهره، زمین و مریخ سیاره های درونی نامیده میشن یا سیاره های زمینسان معرفی میشن که بیشتر از سنگ درست شدن. دو تا سیاره بعدی یعنی مشتری و زحل، اینا هنوزم گازی هستن، غولهای گازن. و بعد دو تای دیگر در اونها اورانوس و نپتون که دورترن از خورشید، اینها غولهای یخیان. یخیان یعنی فعلا یخیان، امکانن این یخ رو اگر 10 کیلومتر بکنی بری اون هم میرسه به اونجا. نتیجتا اینه که علاوه بر این که زمین خاکیه، سه تای دیگر هم نقدن خاکیه، از اون کتوله ها هم بعضی هاشون خاکیه،
بعد از اون ماهایی که وجود دارن مثل ماه خودمون، یعنی ماه دور زمین، این هم خاکیه یا سنگیه یا نوع زمینه. بعد هم شهاب‌های سنگی وجود داره، سیاره‌های دنباله‌دار سنگی وجود داره و کلی چیزهای دیگر در همه مجموعه. همش اینه که ادعای این که در منظومه شمسی یه دونه زمین، یه دونه خاک به وجود آمده و خدای خالق اسمش را گذاشته زمین، ادعای باور کردنی نیست، منطقی نیست، علمی نیست و به تمامی رد میشه. بر این اساس کره زمینی که ما صحبتشو میکنیم و کره خاکی، نه کره زمین تنها خشکی عالمه و نه تنها خشکی کهکشان و منظومه است، نه کره زمین در آغاز پیدایش جهان به وجود آمده، نه قبل از اینی که این زمین سرد بشه، قبل از اینی که این زمین بیاد در کره زمین آب به وجود آمده، نه بدون اینکه زمین سرد بشه یا زمین به وجود بیاد، بدون اینکه آب به وجود بیاد، بدون اینکه بارندگی بشه، بدون اینکه جاهای خالی را پر کنه، دریایی وجود داشته یا میتونست وجود داشته باشه، نه اینکه بر وجود دریا آقایی که خدایی که در اون موقع دریاها را خلق میکرد میتونست برای دریایی که وجود نداشت حائل درست کنه. و نه زیاد حرفشو نزنم، ولی یک جمله اضافه بگم. دریای با آب شیرین وجود داره یا داشته که خدا بتونه بین اونها چیز کنه؟ دریایی به عنوان آب شیرین در دنیا وجود نداشته و نخواهد داشت. جالبه که اولا دریاها همه به هم بستن، یک. در ثانی آب شور سنگین تر از آب شیرینه. در ثالث در اون مصبه هایی که آب شیرین وسیعی میاد وارد دریا، در حدود مثلا 10 متر، 100 متر، 1 کیلومتر، هر چقدر که وجود داره، این آب با یک رنگی میاد و بعد با اون آب مخلوط میشه، چون میره توی اون، داخل اون میشه، از بین میره. برای جالبه که برای اینکه بدانید که این آدم ها، این مفسران، این اسلامیان، این دینداران، این هایی که اعتقاد دارند چقدر صادقند، کافیه که اینترنت را بزنید و در اونجا به فارسی هم بنویسید دریاهای شیرین شور و بعد در اونجا میخوانید که تعداد زیادی عکس انداختن که 2 تا دریای با رنگ مختلف و زیرش هم نوشتن که ببینید این همون چیزیست که در معجزه شده در قرآن. یکی از این عکس ها مال اسکاگنه، آقای دادیار شاید رفتن اونجا در دانمارکه، از شهر ما هم که ما زندگی میکنیم دائما یه کشتی میره اونجا، در تابستان هم محل تفریحه. در اونجا اون به وجود میاد به خاطر اینکه آب شیرین بزرگی وارد دریا میشه، ولی در 500 متری 100 متری هر چقدر که وجود داره نسبت به موجش هواش، این آب با اون آب مخلوط میشه. یعنی دریایی به عنوان دریای آب شیرین و گوارا وجود نداره و وقتی هم نداشت دیگر نمیشه ادعا کرد که من بین اینها چیز درست کردم، صد درست کردم. نتیجتاً از نظر علم و دانش همه ادعاهای تورات و قرآن، چه خلقت زمین و دریاها یا حائل گذاشتن بین دریاها با آب شور شیرین، به تمامی ناممکن، از نظر علمی غیر قابل قبول و از نظر صحت نادرست. استاد ببخشید، اینجوری که من فهمیدم یعنی یک آب شیرین، یک دریای شیرین و یک دریای شوری نیست که در میان اونها یک چیزی حائل شد. دقیقاً اصلا دریای شیرین وجود نداره. کاش وجود داشت. میدونی یکی از مسائل بزرگ بشر در خیلی از کشورها نبودن آب شیرینه. به طور یک کشورهایی که مثل کشورهای عربی که در اونجا مطرح میکنن یا عربستان، اینا سرمایه های بزرگی میذارن، یا اون سوی خلیج فارس اینا سرمایه های عظیمی میذارن و خیلی وقتها پروژه های عظیمی دارن که ما از قطب شمال یخهای عظیمی را یدک میکشیم، نصف اینها سر را آب میشه، ولی به هر صورت این آب این را میرسونیم به اونجا، این یخها رو، و اونجا شیرینش میکنیم.
خیلی مسئله بزرگی اگر بود که برای بشر و برای زمین یک خوششانسی بزرگی بود، ولی همونطور که گفتید همین چیز وجود نداره. استاد ببخشید اینجا برای من این پرسش پیش میاد که آیا در تورات یا در جای دیگه در اساطیر زرتشتیان همچی چیزی بوده که محمد شنیده باشه، همچی چیزی تر کرده باشه؟ یا ببینید من نمیدونم، من چون در مورد این که پذیرفتیم که قرآن محمدیه و قرآن خداست، خب من نمیدونم نویسنده در مورد نویسنده قرآن الان در این بحث وارد بحث میشه، ولی واقعیت اینه که همون موقع هم که در اونجا صحبتش کردیم اینه که در عربستان اون موقع علم و دانشی که در ایران و یونان و مصر و نمیدونم کشورهای چین و حتی در آمریکای لاتین تمدن‌های آزتک اینا وجود داشتن، هیچ کدوم از اینا وجود نداشت و اون چیزی که از دنیا به آنجا رسیده بود که خود این آقایونم مفسرینم دائما میگن که جامعه بدون هر گونه تحول یا جامعه جهالت، خود اونجا در اون جامعه جهالت مطالبی که میرسید یک چیزی از اینجا از اونجا از مسافر از طریق کلیساهای مسیحی که با یونان ارتباط داشتن میرسید و این در افکار اون شایع میشد، با یک سری مسائل دیگر تاریخی جابجا میشد، یک ملغمه ای درست میشد که این حتی با علم زمان خودش هم تطبیق نداشت. ما اینو در مورد بطلمیوس هم یک مقدار توضیح خواهم داد، صحبت خواهم کرد که اون چیزی که اینا به عنوان بطلمیوس میگند و حتی قبول میکنن برای اینکه از شرش راحت بشن، اون نیست که بطلمیوس گفته بود. البته استاد عبدالکریم سروش هم مسئله بسیار جالبی رو عنوان میکنه، میگه لازم نیست که محمد حتی از جایی شنیده باشه یا در جایی خونده باشه، برای که این خوابهایی که به صورت هیولای شبانه در خوابهای هیولایش میدیده صبح به مردم میگفته، این خوابهاشو مانند جهنمی که میگه. خب اشکالش اینه، اینا اگر همچین ادعای میکنن، اخیرا شنیدم که ملایی هم در ایران شروع کردن برای اینکه مردم سوال میکنن یه همچین چیزها رو مطرح کنن، اینها باید اون چندین آیه ای را که مطرح میکنه که میگن از سوی خدا نازل شده، آیه ای را که میگه از سوی خدا نازل شده، یک آیه ای را میگه که این کلام الله، اینا آیه صریح وجود داره، اینا این آیه ها را از قرآن بردارن بعد بگن که این محمد نوشته، تازه اون موقع هم که این را برداشتن میتونن بگن که آقا این یه مقدار محمد نوشته یه مقدار یعنی یه کارایی بکنند، ولی این کارا را نکنند چون این فقط متوجه محمد یا انسانه که در عربستان زندگی میکرد نیست، که این مشخصا در مورد خدایی است که به عنوان اعتقاد دینی دنیا را خلق کرده، دنیا را به وجود آورده، توانمند عالم ابدیه و یعنی این نیست که رضا عمری یه موقع یه حرفایی میگفت برای اینکه نمیدانست. ما هر روز به اینجا میرسم، خود من بعد از این همه عمر کردن در خیلی زمین ها خودم اسلام میکنم و از شما از دوست دیگه میشنوم بررسی میکنم، میبینم من تا حالا اشتباه فکر میکنم، خیلی برای بشر خیلی طبیعیه، ولی برای خدا وقتی مطرح میشه مشخصا علت وجودی خدای خالق را زیر سوال قرار میده. بله، با توجه به همین مسائل عجیب و غریب و محیر العقول هست که آقای عبدالکریم سروش میگه که مسلمانان بهتره که اینو خوابنامه محمد بنامن تا کتاب دیگری. خب اون آقا مسائل خودش رو داره، چون در یک زمانی در کتابی که من نقلم کردم و نقلم خواهم کرد، در یعنی در هر کدوم از اینا، هر کدوم از اینهایی که ببینید، ما دو نوع مفسر داریم، یه نوع مفسر داریم یه نوع متکلم داریم. مفسر آدمی است که قرآن را برمی‌داره به زبان خدای خودش کلمه ها را عوض میکنه، قرآن جدیدی میسازه نسبت به مسائل روز، این را ابراز میکنه، این را بیرون میاره، این را بیان میکنه
و مردم را به دنبال این میکشه و مردم هم فکر نمی کنن که آقا این قرآن ساخته شده است، این قرآن محمدی نیست. یعنی اگه قرار باشه من به دنبال قرآن محمدی میرم به من بهش بدم، به این با این بهش نمیدن، اونم دنبالش میدن. یک تعداد متکلم اگر شما دوستان بخواند باز کنن تعریفش چیه، میگه متکلم کسی است به وسیله علم جدید دین را توجیه بکنه. یعنی اینها سعی میکنه در حقیقت حقباز دینی، به خیلی ساده دو چهار تا حقباز دینی. اینه که یک موقعی در اون کتابی که من خوندم گفته بود که خب اینها را عرب ها گفتن، اینها را بطلمیوس گفته، و بعد در جوابش گفته که منم در همون کتاب پاسخ دادم، در اون کتاب سه جلدی قرائت قرآن غیر دینی، شما اینا را ول کنید، مهمش اینه که شما به خدا ایمان بیارید. که منم اونجا سوال کردم، شما وقتی که به خدا ایمان می آوری نباید بدانی این خدا خدای خالقه، یا همونجوری گرفتی یه بطی رو میخوای برید. ولی حالا که شما این را میگی، من میبینم که اینا خودش به اینجا رسیده که با خیلی منطقه بالا پایینی بوده، بس من بیام یه خوابنما هم درست کنم. این از اون قصه هایی است که مردم تا زمانی که اجازه میدید پرسش سومو مطرح کنم؟ بله؟ پرسش سومو اجازه میدید مطرح بکنم؟ آره، نه فقط این جمله آخره بگم که بله. مردم تا زمانی که دانستنی ها و باورهای خودشون روی منطق و عقلانیت قرار ندند، سرنوشت دین و دینبازی و شریعت سازان و مبلغان اینه. ولی اضافه بکنم که فقط این نیست، در چیزهای دیگر زندگی هم هر شعبه بازی میاد و ما بعد از مدتی که گول میخوریم، های های میکنیم، به دنبالشون میفتیم، تازه آخرش میرسیم به پوچی. متشکرم، میفرمایید. خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید. ارزیابی علمی در مورد مسطح بودن زمین چگونه؟ قبل از اون رو چون بله اونم که من پیش از این که برنامه‌ام شروع بشه از شما پرسیده بودم، گفتید که یک جا پاسخ میدید. آیا در مورد زمین آیات بیشتر؟ دو تاشو با هم انجام میدم با کمال میل. یکی اینی که حالا دیگه مسئله تورا تمام شد در مورد زمین و اون چیزی که بین آنهاست و فی بینها، و ما بقیه قرآن را در این زمین پیش می‌بینیم تا برگردیم مجدد با تورات و قرآن با هم دیگه. یکی از آیات افزوده که بسیار هم در اینجا مهمه این هست که به ادعای الله خالق قرآن با آیات قرآن، زمین کروی نیست. زمین اون چیزی که از 1100 سال قبل از آمدن نزول قرآن بشر پی برده که زمین کرویه. ولی بر اساس اینها زمین کروی نیست و به صورت مسطح و گسترده است، و این را با کلمات مختلف، یعنی یک کلمه به کار نبرده که اینها میگن که خیلی وقتها چون هیچ تعهدی ندارند، اون تعهدی که من گفتم ما اتیکس داریم، چون اینا ندارند اون اتیکس رو ندارند، در نتیجه خیلی راحت از یه طرف میام به خدا ایمان داریم، اعتقاد مثلا یا خدا این کلمه رو گفته، مثلا درخت، نه این درخت نیست، این گوسفند، خیلی هیچ محدودیتی نداره. ولی چون کلمات زیادی به کار برده شده در این مورد که من چند تاشو میخونم، و علت این چند تا رو میخونم به خاطر اینکه هر کدوم یک کلمه ای را به کار برده. در آیه 19 سوره نوح میگه والله جعل لکم الارض بساطا، و الله زمین را برای شما گسترده است. این بساط، کلمه بساط. در آیه 22 سوره البقره میگه والذی جعل لکم الارض فراشا، فرش، پروردگار زمین را به سود شما بستری گسترده قرار داده. در آیه 6 سوره شمس میگه والارض و ما تهاها، و به زمین و آنکه آن را گسترش داد، قسم میخوره
به زمین و به آنکه، یعنی به خودش، اون رو گسترش داده. در آیه 20 سوره الغاشیه میگه و الى الارض کیف سطحت، و به زمین که چگونه گسترده شده است. و در آیه 48 سوره الزاریات میگه والارض فرشناها فنعم الماهدون، و زمین را گستردیم. و بعد به خودش میگه و چه خوب گسترندیم، چه خوب توانامندیم که بتوانیم بگسترم. خب در نتیجه فقط این نیست که قبلا ما صحبت رو کردیم تیکه تیکه، خیلی اون چیزایی صحبت کردم و باید اشارهش رو میکنم. قبلا گفتیم که وقتی که میگه که هفت آسمان را در بالای زمین ساخته و روی هم ساخته، هر دو تا اینها به معنی ساخت بودن زمینه. شما نمیتونی این اگر این را اگر گرد حساب بکنی، حالا فرض کنیم این اگر گرد حساب بکنی، این بالا پایین نداره. این اگر به صورت یه توپ را شما پرت کنید در هوا، چون زمین اصل به عنوان این که زمین پایینه، این را میگیم پایین. ولی در فضا اینو ول میکنیم، نه پایین داره نه بالا داره، نه کنار داره نه فلان داره، دور خودش میچرخه. اینه که وقتی میگی در آیه 15 سوره نوح، آیا ندانسته ای خداوند هفت آسمان را چگونه بر فراز یکدیگر آفرید؟ علم تر و کیف خلق الله سبع سماوات، چگونه بر فراز یکدیگر ساخته؟ این باید یه جسمی باشه که زیر رو داشته باشه، وگرنه اگر این یه توپی در فضا باشه، شما نمیتونه فضا بالا داشته باشه که. شما اگه میخوای بسازی باید اینطوری بسازی. همینطوری بطلمیوس هم در اون نظرگاه اونو اینطوری ساخته. چرا بطلمیوس فکر نمیکرد که زمین صافه؟ اون رو اینجوری ساخته، توضیح خواهم داد. یا مثلا در آیه 17 سوره المؤمنین میگه همان هفت آسمان را بالای سرتان آفریدیم و لقد خلقنا فوقهم سبع طرائق، بالای سر. اینا چون قبلا هم صحبت کردیم، اینا نشان میده که تأییدی است بر این همه آیه. من قبلا گفتم شما وقتی که میخواهید از آیرملو یا از آقای دادیار نقل قول بکنید، خیلی خوبه 3-4 تا حرف را نقل قول بکنید. شما ها آدمیم دیگه، ممکنه 10 تا حرف خوب بزنیم، درست بزنیم، یه دونه هم وسط اشکال بیاد. برای اینکه نشون بده که آقا این واقعا نظر آقای دادیاره، بگیم ما در صفحه 22 گفته، در صفحه 72 هم همینه گفته، پس به این ترتیب نظرشون بوده. ولی در مورد خدای خالق که آیه میفرست، اسمش آیه است، اسمش نوشتار معمولی حسن حسین نیست. این است که نشانه با دلیل، یعنی نشانه های با دلیل. دقیقاً در نتیجه تو نمیتونی بگی که آقا این از این 4 تا آیه یه دونش خرابه ولی 4 تاش درسته. که یه دونه آیه کفایت میکنه. ما علت این که آیه ها را مختلف برنگ ببینیم که اینها را با کلمات مختلف بیان کرده، با یک کلمه بیان نکرده. بعد یه مسئله دیگه که وجود داره، داده های علمی مصدق بودن زمین رو چجوری چیز میکنه. ببینید در 495 سال تا 570 سال قبل از این آدمی به نام فیثاغورس که فیلسوف بود، ریاضیدان بود، در یونان باستان زندگی میکرد، امکانا شهر اسکندر بود. یونان باستان میگیم، در نه اینکه در خود یونان. این آدم در اون موقع نظریه کروی بودن زمین را نشان داد. یعنی این تا زمان آغاز، یعنی قبل از میلاد، تا زمان میلاد حداقل 550 540 530 سال قبل از اون این نظر را داده. و این نظر هم نظری بوده که خیلی صریح بود. مثلا فرض کنید میگفت آقا یه چیز خیلی صریحی که وجود داره، شما وقتی نگاه میکنید به دریا، خیلی خوب، بعد یه کشتی از اونجا میاد که اون موقع میامد، بعد شما اول دکل کشتی رو میبینید. چرا دکل کشتی رو میبینید؟
شما باید همه کشور رو ببینید دیگه. پس معلومه که این آب اینطوریه، این داره از یه جایی میاد دیگه، بس گرد دیگه. یا مثلا میگفتن که از چیزایی که ایشون مطرح میکرد، ما وقتی ماه را نگاه میکنیم و سایه زمین روی ماه افتاده، این هلالیه. اگه زمین صاف بود هلالی نمیافتاد که سایهش، خیلی ساده بود. ایشون قبل از بیشتر از 500 سال قبل از این کشف رو کرد و به وسیله اون محیط زمین رو اندازه گرفت، اندازه ماه رو اندازه گرفت، فاصله زمین و ماه رو با دقت اندازه گرفت و بعدم یونانی ها تونستن در این زمینه اطلاعات بسیاری رو در این زمینه گسترش بدن. پس به این ترتیب یک، از اون موقع معلوم بود یک، زمین کرویه. دو، کروی بودن زمین قانونمنده. این البته اون موقع شاید نمیدونست، بل الان میدونیم الان 100 ساله 200 ساله یا هرچی میدانیم. چی یعنی چی قانونمنده؟ یعنی اینکه ما وقتی به اینجا رسیدیم، بشر در 1930 به بعد فهمید که یک انفجار اولیه به وجود آمده و تمام اقمار شکل گرفتند و این اقمار شروع کردن به سببهایی به دور همدیگه چرخیدن، اون دوتا نیرو گریز از مرکز و جذب، دوتا نیرو سازنده تمام کل کائنات شکل گرفتن، به طور طبیعی این تیکه پاره ها هر چقدر کج کله راست فلان بودن، رفته رفته به خاطر اون فشاری که روشان می آمد شروع کردن به حالت کروی در اومدن و نه فقط کروی، یه خوردن به صورت تخم مرغی در آمدن، چون اینجوری که میچرخیدن بیشتر فشار می آمد. قانونمنده. یعنی یه کسی که اطلاعات خیلی کمی، خالق نمیخواست باشه، یه اطلاعات خیلی کمی داشت در این مورد، میدانست که این نه تنها این نیست، مال 1550 سال به اضافه 2020 تا 2000، بیشتر از 2500 سال، بیشتر از زمان کوروش کبیر، بیشتر از دوره کوروش کبیر این را میدانست. این حداقل در این مورد هم به اینجا میرسید که آقا این اصلا نمیتونست کروی نباشه. بدین ترتیب داده های علمی نشون میده که مسئله صاف بودن زمین به تمامی مردوده و من شخصا اینو فکر میکنم، میگم که اینهایی که اسلامیانی که خطای قرآن در مورد گردش خورشید به دور زمین را میگن، آقا تأثیر بطلمیوسه، حالا خدا از بطلمیوس یاد گرفته، حالا هرچی میخوام بگم. من نمیدونم که اینا این خطای بزرگ قرآن رو باید به چه حسابی میذارن، اینو نمیدونم. حالا سوال بعدیتون رو شما بفرمایید، چون هم یک خودشو گفتم هم ارزیابیش. بله، خواهش میکنم. آیا آیات قرآن در مورد خلقت زمین در این باره آیات بهت‌آور دیگری هم داره در این زمینه ها؟ که البته من فکر کنم بسیاری رو گفتید. البته کلی از اونا بغداور بود، چون ما وقتی به اونا عادت کردیم خود به خود میگیم نبود. یکی از اینها اینه که در آیه 41 سوره رعد میگه که خدا میاد زمین. خدا کجاست؟ قبلا خوندیم در عرشه، قبلا خوندیم چقدر سال فاصله داره تا بیاد، از اونجا میاد زمین و از نواحی اطراف زمین کم میکنه، میکاهه. خیلی بهت‌آور است. و اینم باز برمیگرده به اونجا، یعنی شما اگه یک کیک داشته باشی، خیلی خیلی موقع‌ها بچه های ما همین کار رو میکنن، کیک درست میشه، خودشون رو نمیتونستن کوچیک بودن نگردارن، از کنارش یه ذره میبردن میخوردن، ولی خود کیک باقی میموند. اینم مثل همینه، در آیه 41 سوره رعد میگه که آیا نمیدانن که ما، یعنی ما خدا، این مستقیم، نه اینکه به وسیله محمد نقل شده، ما همواره به زمین می آییم، همواره و از نواحیان می کاهیم. و گفتم که این برخلاف گسترش آسمانه که در آیه 47 از زاریات گفته ما آسمان را با دستانمان بنا کردیم و همواران را مساحت می بخشیم. و گفتم که یکی هم نوشته که آقا
خب این بس درسته دیگه، آسمان میاد به زمین، آسمان با دستش ساخته و آسمان رو گسترش میده. پدر جان آسمانی وجود نداره گسترش بده. یه خورده باید منطقی باشیم، یه خورده عمیق‌تر فکر کنیم. حق داریم. شما هیچ کس احتیاجی نداره هر گوینده هر حرفی زد اون را باور بکنه. علم یکی از داده ها، یکی از شیوه ها، یکی از روش های اساسی علم تردید، دودلی و اثبات. ما وقتی یه حرفی را میشنویم باید این را اول تردید نشان بدیم، بعد بررسی بکنیم، بعد اوکی داد جزء اطلاعات عمومیمون انجام بدیم، عوض کنیم خودمونو، بعد اوکی نداد ردش بکنیم. یعنی اینجوری نیست که من هر کس هرچی میزنه میگم به به آره راست بیا بیفتن دنبالش. خیلی خوب آدم فکر کنه، ولی اگر ما اینها را انجام میدیم باید منطقمون را حفظ بکنیم، منطقمون از دست داد. دومش خدا، نمیدونم چطور شده یکی دو بار در اینجا مطرح شده که خدا گفته که خب من، ما قبلا گفتیم بیشتر از 100 تا آیه شده که گفته ما یه دونه زمین خلق کردم، 190 تا آیه گفته 7 تا آسمان خلق کردم. حالا چطوری شده یک بار 100 تا بوده، یک بار که نه 110 بار 130 بار اونطوری بوده، من دقیقاً 110 120 بارشو نمیدونم، ولی تعداد فراوانی گفته یک آسمان، تعدادی فراوانی اینو گفتیم، فراوانه هم گفته 7 تا آسمان. ولی در اینجا یه دفعه یادش افتاده که نکنه زمین هم 7 طبقه است. اینه که در آیه 12 سوره الطلاق یا طلاق خداست که 7 آسمان را آفرید و از زمین هم همانند آنها را، الله الذی خلق السماوات و ملء الارض مثلهم. یعنی اون 7 طبقه درست کردیم، زمین هم 7 طبقه است. حالا زمین 7 طبقه است چطوری رو هم قرار گرفته؟ چیزی ننوشته، منم بحث نمی کنم. یکی دیگه از چیزهای بهت‌آمیز اینه که خدا گفته که زمین صافه، حالا این در حد خودش بهت‌انگیزه، ولی خدا در این حال گفته که خدا زمین را با غلطانیدن گسترش داده. غلطانیدن گسترش داده یعنی این که ما یک نانی را که باز میکنیم با بردنه خمیر رو باز میکنیم، این همین در آیه 30 سوره النازعات و الارض بعد ذلک دهاها، و زمین رو بعدن، یعنی بعد از این قرار کردیم، با غلطانیدن گسترش داد. النازعات آیه 30. بعد چهارمی همین است که آیاتی وجود دارند که در یک آیه خدا میگه من اول زمین خلق کردم بعد آسمان، در یه تیل عادت آیات میگه من اول زمین رو خلق کردم و هرچی به زمین تعلق داشت، یعنی ما بین هم و اونا رو خلق کردم بعد آسمان رو خلق کردم. در بعض آیات میگه من اول آسمان رو خلق کردم بعد زمین رو خلق کردم. من نمیدونم که آدم وقتی در برابرشون قرار میگیره کدوم شو باید تصمیم بگیره، ولی یقینا یکی که ساختمان سه طبقه درست میکنه و یکی رو به شمال یکی رو به جنوب، ازش بپرسه میگه آقا طبقه اول رو به شمال، طبقه دوم پنجره‌اش به جنوب باز میشه، طبقه اینطوری به طور طبیعی نباید اینا قاطی میشد. هر صورت در اولی گفته که آیات 9 تا 12 سوره الفصلت زمین را قبل از آسمان خلق کرده، در دومی در آیه 29 سوره البقره گفته او همه آنچه را در زمین است به سود شما آفرید، آنگاه آسمان را ساخت. او داناست. اگه دانا نبود چه کار میکرد؟ نه یعنی این تایید تمامه. من تایید درست کنم، من دخالت نمیکنم، من ولی صراحت علمی ایجاب میکنه که تمام جمله رو بدون اینکه تصرف بکنیم بخونیم، با صداقت بررسی بکنیم و با صداقت این رو صراحت اینو بیان بکنیم. ولی در سومی که گفته آسمان را قبل از زمین خلق کرده، آیه 27 و 30 النازعات، آیه 12 الطلاق،
آیه 11 الفصلت که در آیه 12 سوره طلاق خداست که هفت آسمان را آفرید و از زمین همانند آن را که قبلا هم براتون خوندم، یعنی اول اونو خلق کرده بعد زمین را از روم. یک چیز جالبی هم که وجود داره اینه، شما هر کدوم از اینها را بگیرید صحت نداره. سه تا آلترناتیوه، یعنی یکی از آلترناتیوها درست بود میگفتیم اون دوتا آلترناتیو نادرسته، ولی هر سه تا از نظر علمی مردود. علتش هم میدونید چرا؟ برای اینکه اون مسئله خلقت که مطرح میشه، مسئله شش روز که مطرح میشه، خیلی مشخصه که در اونجا زمین حضور نمیتونست داشته باشه، آسمان هم وجود نداشته. ما این را بحث کردیم، هر ستاش به مردوده. حالا شما یک رو بگیری، دوم، دو رو بگیری یا سه رو بگیری، در نتیجه نه زمین مسطحه، نه زمین کرویه. من میتونه مثل سطح صاف مورد ادعا دامنه هایی داشته باشه، نه کاستن دامنه های آن میتونه واقعیت داشته باشه. تازه آیه ای که میگه که من میام زمین و از دامنه های زمین میکاهم، من دائم، اونم دائم میام، با کلی آیه ها در تضاد. من یه بار آیه خوندم گفتم خود قرآن هم گفته که تضاد باشه. قرآن یه نفر گفته بود که اونجا گفته که زیاد باشه، از زیاد گذشته. حمد با خدا که گفت قبلا گفته من از عرش زمین را اداره میکنم، بحث رو کردیم در مورد آسمان، با اون در تضاد. هم در آیه ای که قبلا خوندم که گویا هر چی بخواهد در همان آن انجام میشه، با اون در تضاد. چون اگه بخواد همون موقع اراده میکنه زمین خود به خود، لازم نیست بیاد مثل قیچی برداره شد کنه. و تازه آنها چرا شش روز؟ بله، به هم به قول شما اونم که اونم سر جاش اونی چی؟ بله. به اضافه این که هم از این که میگه من از رگ گردن به شما نزدیکترم، دیگه جایی نداره که من میام پایین این کارو میکنم برمیگردم. در نتیجه هم با اون ستا در تضاده، همین ستا به اضافه اون یه دونه آیه، یعنی چهار تا آیه با هم دیگر در تضادن. خیلی ما امیدوارم برسیم مسئله تضادها در قرآن را یه نگاهی بکنیم، کلی مسئله به وجود میاد و کلی وقتی که اونجوری به وجود میاد، حتی در مورد مسائل اعتقادی کسی نمیتونه قضاوت کنه که من کدامش را بگیرم که نظر خدای خالق من باشه. و این یه بحرانه، یعنی بحران. در نتیجه این است که نه کره زمین ما بیش از یکیه، نه زمین ما مانند آسمان هفت طبقه است، نه ساختن زمین بر بالای زمین کروی ممکنه، نه ساختن هفت طبقه آسمان بر بالای زمین است. در نتیجه آخرش رو بگم، نه فقط ادعای قرآن که گویا زمین را مسطح خلق کرده نادرست غیر واقعیه، بلکه حتی این آیه نشون میده که نویسندگان یا نویسنده این آیات، من وارد بحثش نمیشم، اصولا هیچ درکی از مسئله خلقت، پیدایش، رابطه زمین با عناصر دیگر نداشته و نداره. یعنی این را نشون نمیده، این داده علمیه، ولی مسئله اعتقادی جداست. در نتیجه تمام این اطلاعاتی که عنوان شده بی اساس، از نظر علمی ناممکن، غیر واقعی و غیر علمی هست. ما چقدر وقت داریم؟ استاد به نظرم اگه بپردازید به مسئله بسیار مهمی که پرسش بسیاری از شنوندگان و بینندگان دیگر هم باید باشه، اون مسئله مرکزی بودن زمین و مرکزی بودن انسان است که فکر میکنم بگذاریمش برای دفعه بعد، برای جلسه چند بعدی. الان چند دقیقه وقت هست؟ فکر میکنم وقتمون تمام شده باشه. اگر میدونید آخه نه این چیزی نیست که ما بتونیم در عرض دو دقیقه چهار دقیقه. پس بذارید من یه سوالی، اگر پنج دقیقه وقت هست بله بفرمایید. پنج دقیقه خوبه. آره.
ببینید یه نفر یه سوالی کرده در اونجا، شاید ظاهر سوال خیلی ساده باشه ولی من وظیفه دارم این را توضیح بدم، و اون اینی که گفتی که آیا شما در قرآن چیزی دیدید که صحت داشته باشه، یعنی مطلبی بیان شده که صحت داشته باشه، رد نشه از نظر علمی؟ من نمیدونم، من به تمام قرآن حاکم نیستم، ولی تا اونجایی که من تحقیق کردم هیچ موردی که مربوط به علم و دانش باشه و صحیح باشه در قرآن نیافتم. این یکی. ولی یه موضوع دیگه، حالا اینو گفتم به خاطر اینکه 5 دقیقه وقت دارم اضافه کنم. ببینید قرآن کتاب دینیه، قرآن اساسا نباید مطالب علمی میداشت، قرآن اساسا علم الاشیا نیست، قرآن اصلا کتاب فیزیک نیست. این یکی. دوم اینه که در قرآن تعداد زیادی آیه وجود داره که این آیه ها مسائل اجتماعیه، این آیه ها مسائل حقوقیه، این آیه ها مربوط به نژاد هاست، به نسل هاست، به نابرابری زن و مردی، به بردهداری، آزادی بردهداریه، که یه موقع کتابم می نوشتم ما بچه بودیم با خوشحالی می گفتیم اسلام خیلی قبل از این چیز آمریکا و اینها مطرح بکنند 1400 سال قبل بردهداری را ممنوع کردم، چون چیزی وجود نداشت با پشت سر اسلام، اینا هر چی میخوام میگن یه بهتانه در واقع. ببینید اینها را نمیشه گفت اینها درستن یا غلطن، ولی اینها را میشه اینجوری ارزیابی کرد که اینها غیر منطقی هست با داوری انسان امروزی و معیارهای ارزشی انسان امروزی سازگاری نداشت. میمانه چی؟ میمانه یه تعداد آیه ای که صرفا آیات دینیه در رابطه با انسان و خدا، اون را هم کسی نمیتونه بگه آقا این درسته، نمیتونه بگه غلطه، برای اینکه طرف اعتقاد داره. من امروز یه عکسی برام فرستاده بودن در هندوستان، یک مقدار تعدادی مرد با کاملا لخت با آلت که آلتشون هم دیده میشد میومدند، مردم دست میکشیدن روی آلتشون و یه پولی به این آدم ها، و بعد دیدم که اونجا هم مثل بازار مکاره است، یعنی مثلا 100 تا 200 تا 500 تا حجره وجود داره، اینا رو زیارت میکنن، اینا کار بدی میکنن، خوب این مسئله من نیست. تا زمانی که اون نیومده به من تحمیل کنه که آیا تو هم باید بیایی این کار را بکنی، مسئله من نیست. وقتی مسئله من شد اون موقع من بحث میکنم. نتیجه دارم ما به کجا میرسیم؟ ما میرسیم به اون گروه های عقلانی که یک بار گفتم اسمش معتزله بود، یکی از اینا، و این معتزله، گروه معتزله بعد از 100 سال 80 سال بعد از فوت رسول محمد، اینها بلند شدند و گفتند که ما اهل منطقیم، منطق‌گرا هستیم. اینها یک اساسی خودشون معتزله مسلمان بودن، کاملا مسلمان بودن. اینها گفتن که ما هر چیزی را از زاویه دو تا چیز نگاه میکنیم، یکی اینه که خدا واحده، وحدانیت وجود داره، دوم اینه که خدا عادله، عادل را به عنوان منطق به کار میبردن. چرا عادله؟ چرا منطقیه؟ به خاطر اینکه طبیعت و دنیایی که خلق کرده منطقیه. خیلی سال قبل از این، 1350 سال قبل از این، و اینها در زمان مأمون خلیفه عباسی اندیشه اونها حاکم شد به همه اندیشه های دینی دیگر در بغداد، و بغداد تبدیل شد به شهر جهانی اندیشمندانی که حتی اروپاییانی که اندیشمندان اروپایی که به خاطر دادگاه های انگیزاسیون فرار میکردن میرفتن اونجا. یک دوره طلایی، دوره طلایی اسلام نیست، بعدم میگم چرا نیست، ولی دوره در واقع بعد از که در واقع بعد از مأمون و هارون رشید همه رو کشتن اینا رو دیگه. قدم به قدم پیش آمد، برای اینکه در یه حوزه اولیه 100 سال یواش یواش طول کشید، در بغداد بعد از دو دوره کم شد کم شد قد شد، ولی در مناطق دورتر
حتی 200-300 سال طول کشید. ببینید وقتی به خیام رسید، خیام یعنی 250 سال بعد از اون، وقتی به خیام رسید هنوزم خیام اندیشه این را داشت که با منطق به دنیا نگاه کنه، ولی به اندازه تحت ستم بود که به این بگن تو داری کفر میگی، و اینم برای اینکه بتونه جان خودش رو نجات بده، پیرمرد از اونجا با اسب قاطر پیاده میاد میره زیارت مکه تا بگه که نه من دین داشتم. یعنی تیکه تیکه کم شد. ببینید اینها بر اساس این اون چیزی که آوردن، یکی از بزرگترین چیزهایی که مسلمانان هرگز به آنجا نرسیدن اینه که کتاب گذاشتن جلو خودشون، گفتن در قرآن هر چیزی که مغایر وحدانیت و مغایر منطق خداست یا عدالت خداست، اینها مردودن. بخش بزرگی از کتاب رد شد. بخش بزرگی از کتاب. بسیار. شما میدانید که بعد از رنسانس در اروپا چه اتفاقاتی افتاد؟ ادیان جدید، ادیان آزاد، ادیان پروتستان. ما نیازمند اگر میخواییم این دین باقی بمونه، اینا رو طرف خطاب مسلمان ها و مسلمان های معتقد به دین داره، اگر شما میخواهید در طول زمان این بمانه، باید این پروتستانیسم اسلامی رو بعد از 1300 سال 1400 سال از نو زنده بکنید. آقا قرآن کتاب علم الاشیاء، کتاب فیزیک و شیمی نیست. هر جور بذار بیرون، همه رو بذار بیرون. قرآن کتاب علوم اجتماعی نیست، هر چی از بذار بیرون. قرآن کتاب قضاوت در مورد روابط زن مرد، نکاح، نمیدونم معامله معاملات نیست، بذار بیرون. قرآن کتاب جنگ، کشتار، فلا، اونا رو بذار بیرون. چی میمانه؟ میمانه یه قسمت از قرآنی که در مکه بود، همه داده های قرآن دوره حکومت در مدینه از بین میره و این کتاب تبدیل میشه به یک کتاب دینی. هر کس اعتقاد پیدا کرد، هر کس درک کرد، هر کس احساس کرد، اعتقادش رو پیدا میکنه. یعنی استاد در واقع همون دستوره الحمد و قل والله میمونه که عبدالله بن مسعود گفت اینا هم از خدا نیست. در واقع آره، نه الحمد هم نمیمونه. میدونید که الحمد نمیمونه، برای اینکه مشخصا این هم جزء آیه هایی است که مشخصا از سوی یک انسان برای خدا بیان شده. خدا که خودش نمیاد آیه بفرسته که آقا بعد از این وقتی چیز کردی تو بگو زنده باد محمد زاهر شاکر. دقیقاً مثل اعلامیه محمد زاهر شاهه که تمام مدارس بگن زنده باد محمد زاهر شاه. همچین چیزی وجود نداره. میمونه یه خدایی که الان مسیحیت اروپایی حداقل به نسبتی با اونجا رسیده، کلیسایی وجود داره، شمع میذاره، احساس آرامش میکنه، کسانی باور میکنن میرن، کسایی باور نمیکنن، هیچ کس تحت فشار نیست. اونی که باور میکنه میگه آقا یه پولی هم چون اداره مالیات این کار را میکنه، ثبت نام بکن از مالیاتت برداشته بشه، ما اداره بکنیم اینجا را به عنوان یه محلی که مرده ها را دفن بکنه، موقعی که دردمند نمیشه مردت راه میاندازی حرفای نیک بزنیم، خدا دستاشو باز کرده الان عزیز تو را بغل میکنه، در اون دنیا میبره، حرفی از جهنم و کشتار و سیخ کشیدن و آتش زدن وجود نداره و تو احساس کنی که من در یک دنیای زندگی میکنم، یک نیروی بالایی، یک نیروی برتری وجود داره و این با من مثل پدر رفتار میکنه. اینا تقریبا اینن. حالا بالا پایین زیاده، اون بحث زیاد خودشو داره. بسیار خوب استاد، بسیار سپاسگزار. بسیار بسیار سپاسگزار. جدا خسته نباشید. عاقلان را اشاره ای کافی است. آنچه را که شما گفتید به راستی بیش از اشاره بود. سپاسگزاریم. درود بر شما. شنوندگان و بینندگان عزیز، همه تون رو به امید روزهای خوش و بربادی و تباهی جمهوری اسلامی و یک حاکمیت دموکراتیک در ایران برگزار بشه و همه در یک رفاه اجتماعی نوین به سر ببرید. سپاسگزارم استاد. مرسی. درود بر شما.